جوانمردی در مورد اتفاقاتی که امروز در ایران افتاد. درود بر شما. درود بر شما آقای مشکات و درود میفرستم به همیهنان گرامی، به ویژه در داخل ایران. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم آقای جوانمردی. امروز تشییع جنازه آرمیتا گراون بود، میشنویم شما رو. جمهوری اسلامی 28 روز پیکر آرمیتا گراوند رو به گروگان گرفت. در این فرصت اینها کاملا مهندسی شده با اخبار ضد و نقیض و دروغ پراکنی، گاهن با تلاش های متعددی برای خونساسازی به نوعی افکار عمومی از میزان خشم و نفرتی که نسبت به این قتل حکومتی در جریان بود و با بی‌تفاوت کردن مردم، در نهایت اینکه نبض مردم رو گرفتند در شرایطی که جنگ غزه هم هست، در این شرایط اجازه ندادن حتی این پیکر به خانوادش برگرده و اون رو در کرمانشاه به خاک بسپرن. تحت تدابیر شدید امنیتی، عرض کردم، کاملا مهندسی شده به خاک سپردن. با این حال مردم شعارهای سر دادن. در این بین چند نکته رو باید در نظر بگیریم. اول اینکه جمهوری اسلامی هر بار که ضربه‌ای بیخوره از اون درس میگیره و کاملا اینها میشینن مهندسی میکنن اتاقای فکریشون که چی کار بکنن دفعه آینده مثلا اتفاقی از این دست مثل جینا یا مهسا امینی رخ نده، و تمام اون کارهایی رو که فکر میکردند در سال گذشته برای جینا یا مهسا امینی انجام ندادند، این بار در مورد آرمیتا گراوند انجام دادند. اولا شما دقت کنید، اجازه ندادند که در بیمارستان معمولی باشه. چرا؟ در بیمارستان نظامی، چون نذاشتن که خبر درز بکنه. حالا از این هم بگذاریم که خونواده متاسفانه آرمیتا گراوند به اندازه خودش شجاع نبودند در بخش خبرها و تحت تأثیر فشار حکومتی مدام اعترافهای اجباری رو تحت عنوان مصاحبه پخش میکردند. ولی خارج از اون هم، با اینکه چند بار برخی از اعضای خونوادش گفته شدند که جانش رو از دست داده ولی بعد پوستاشو برداشتند، اتفاقی که افتاد باعث شد کم کم تحت تأثیر اینکه امروز به فردا، فردا به پس فردا، به فراموشی سپردن موضوع، لوس کردن مسئله، بی تفاوت کردن این جنایت و آنچه که در غزه، جنگ غزه اتفاق افتاد، مزید بر علت و اون اهمیت قابل توجه رو که باید در سرتاسر ایران نسبت به این مسئله اعتراض می شد پیدا نکرد. درسی که ما باید بگیریم از این مسئله این هست که قبل از اینکه اینها بتونن مهندسی بکنن، ما باید ابتکار عمل رو در دست بگیریم. تصور کنید اگر مردم در همان روز اتفاق، یعنی 28 روز پیش، مقابل بیمارستان جمع می‌شدند، تجمع می‌کردند و اجازه دروغ پراکنی نمی‌دادند، می‌گفتند نماینده ما باید ببینه که وضعیت چگونه است و اجازه نمی‌دادند که حکومت بتونه بدین گونه مسیر رو خودش تعیین بکنه با دروغ پراکنی بی سابقه، که البته از اینها همه چی برمیاد، مثلا بگن در واگن اون مترو دوربین نداشتیم، منتها از چند روز قبل رفتن در محلی که خودشون تأمین کردند برای خاک سپاری، اونجا دوربین بوده، دوربین مدار بسته که تمام جهت ها رو هم ببینه. حکومتی کاملا دروغگو و شیاد که ما میشناسیمش، ولی نوع عمل کرده ما هم ضعیف بوده. از این به بعد کاری که ما باید انجام بدیم، چون بدون تردید جنایت اینها، قتل‌های سیاسی ادامه داره. در ایران در ظاهر جنگی نیست، ولی در حقیقت حمله حکومت آخوندی به مردم مدت هاست شروع شده و جوانهای ما با اشکال مختلف جانشون رو از دست میدن. حالا از تصادف ساده بگیر تا اینکه یک گیر دادن به خاطر چند تار مو و کشتن و قتل سیاسی جوانان که در سال گذشته انقلابی رو برپا کرد، ولی ما داریم میبینیم که اینها باز دارن این جنایت رو تکرار میکنن، ولی این اتفاق مثل سال گذشته نیفتاد. اول اینکه بلا فاصله باید عمل بکنیم، اعتراضات بلا فاصله باشه. دوم و مهمتر از اون، تعداد زیادی از سایبری های جمهوری اسلامی که اینها تحت عنوان مخالف هم فعالیت میکنن، مدام به دنبال نفی و بی‌اعتبار کردن مخالفان اصلی هستند و کسانی که مخصوصا خط دهی میکنن. مثلا به محض اینکه
گفته شد مردم برن مقابل بیمارستان در جایی که آرمیتا گراوند هست تجمع بکنن، بلافاصله خیلی اکانت‌های ناشناس اومدن آقا هنوز زنده است، برای چی میگید این مرده، چرا این کارو میکنید، چرا این رو میگید، ولش کنید این داره زنده میشه. شو خیر، مسئله مردن و قتل عمد نیست، همین که اینها به حق یک شهروندی تجاوز کردند، زخمیش کردند، در ملأ عام به حقوق شهروندیش تجاوز شد، خیلی طبیعیه ما باید همون زمان واکنش نشون بدیم و منتظر نشیم. متاسفانه فعالیت بسیاری از افراد هم به پشت توییتر، اینستاگرام یا شبکه‌های مجازی محدود شده که دلیل عمدش میتونه این باشه که بسیاری در خارج کشور مدام دارن این رو تبلیغ میکنن که ما خودمون میتونیم بدون خشونت جمهوری اسلامی رو ازش عبور بکنیم و مدام راهکارهای نادرست و اساساً غیر کاربردی در مورد جمهوری اسلامی رو پخش میکنن که در بسیاری تأثیر گذاشته. ما باید هوشیار باشیم، از این به بعد اگر جنایتی شد تحت هیچ شرایطی ما منتظر نباشیم که فراخوانی داده بشه. خود مردم ابتدا به ساکن همونجا لازم هست اقدام بکنن و در بیمارستان یا در هر محلی هست تجمع بشه. جمهوری اسلامی در بی سابقه ترین شرایط ضعف و زبونی هست. اگر در خارج کشور جنگ راه میندازه به دلیل ضعف در داخل هست. عملیات تروریستی به هیچ عنوان نشانه قدرت یک حکومت نیست. این دقیقاً به خاطر ضعف و بحران در داخل هست که داره یکی پس از دیگری گروه‌های وابستش رو قربانی بقای خودش میکنه. به همین دلیل ایراد از مخالفان هم بود، منتظر ماندن، بیش از حد منتظر ماندن تا اینکه اینها بتونن این جنایت رو انجام بدن و به سادگی از این جنایت هم عبور بکنن. سپاسگزارم. آقای جوانمردی، اگر بخوایم واقع‌گرایانه به این موضوع نگاه کنیم، سال گذشته خب رسانه که تونست خیلی این موضوع رو بولد کنه، خیلی اینو به صورت 24 ساعته مطرح کنه، یه رسانه بودش که در لندن بود که ما دیدیم بعد از اینه که اون رسانه جایی که میگن منبع مالیش از اونجا میاد، بعد از توافقش با جمهوری اسلامی کلا شکل و شمایلش تغییر کرد و کمی آرومتر شد. خبرهایی که در مورد جنایت‌های حکومت اعلام میکرد، فکر نمی‌کنید که آیا تفاوت سال گذشته که مهسا امینی به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد و اون سیل جمعیت بیرون اومدن کار دقیق رسانه‌ای بود، حالا با اهداف سیاسی خود اون سیستم، و امسال اون کار رسانه‌ای درست انجام نشد، این تفاوت رو شما می‌بینید؟ خیر به هیچ عنوان. اولا اگر منظورتون ایران اینترنشنال هست، چنین اعتباری بهش ندیم که پارسال اینها شروع کردن. اونها پوشش خبری خوبی دادن بعد از انجام، در واقع بعد از وقوع حادثه. اولا در سقز که شروع شد فعالان مدنی و سیاسی کرد بودند که همونجا شروع کردند و در سقز که شروع شد در تهران هم قویاً ازش حمایت شد. به هیچ عنوان هیچ فراخوانی رو حداقل تا 10 روز پس از وقوع حادثه نه ایران اینترنشنال نه هیچ رسانه‌ای پخش نکرد. شبکه‌های اجتماعی فعالان سیاسی بودند. سند برای این حقیقت مراجعه به خیلی زمان دوری نیست، لینک ها موجود هست، کجا چه کسانی چه گروه هایی فراخوان دادن و مردم کجا پاسخ دادن. در سرقس که بسیار قهرمانان مردم به میدان اومدن، در بقیه شهرهای کردستان حمایت شد و کل ایران حمایت شد. بعد از اون دیگه محدود به یک شهر و یک منطقه نبود. این اتفاق پارسال افتاد، یک همبستگی سراسری ایجاد شد. امسال ما وضعیتی رو پشت سر گذاشتیم که مسئله این شبکه نیست. یعنی اگر شما نگاه کنید سرنوشت یک جامعه 85 میلیونی به یک شبکه تلویزیونی گره بخوره، خب این وضعیت اون کشور بسیار بده. یعنی این کشور میشه گفت که اگر این درست باشه که من معتقدم درست نیست، هنوز شایستگی اون آزادی رو که در حدی که کشورهای مترقی دارن نداره. پس خیر اینطور نیست. ببینید اتفاقاتی افتاد از سال گذشته و مخصوصا جنگ غزه هم تا حد زیادی تاثیرگذار بود. ما چه بخوایم چه نخوایم در منطقه بحرانی هستیم، بحرانی که البته کلا از تهران صادر شده به کل منطقه، شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، حماس رو قربانی کرده برای خودش، اون بماند در موردش صحبت میکنیم، ولی این باعث شده که تا حدی افکار عمومی متوجه این جنگ بشه.
دوم اینکه بسیاری در داخل ایران سال گذشته آسیب دیدند، جانهای زیادی گرفته شد و خیلی ها که به نتیجه نرسید، اینها تصور میکنند که اگر این بار هم به نتیجه نرسه چی میشه. یعنی ترسی رو جمهوری اسلامی تونسته با کمک تلویزیون های خارج کشور بر جامعه حاکم بکنه. چرا میگم با کمک تلویزیون های خارج کشور؟ تقریبا اکثر تلویزیون ها و رسانه ها. چرا این رو میگم؟ شما نگاه کنید، در اسرائیل جنگ هست، به طور رسمی اعلام کردن اگر هر جهتی، هر گروهی بخواد تصاویری رو از حملات حماس که داره مردم اسرائیل رو میکشه نشون بده، به این تصاویری که برتری اونها رو نشون بده، این به نوعی علیه خودی هست و این ممنوع پیگرد داره، این در جنگ روانی علیه ملت اسرائیل شرکت کردن هست. اونها اینجوری اعلام کردن و کاملا هم درسته کارشناسانشون. نگاه کنید طرف ما، دو تا موتوری در خیابان راه میفته، تمام تلویزیون ها نشون میدن این وضعیت کاملا امنیتی، همه جا رو گرفتن، همه جا. یک نفر دستگیر میشه، همه نشون میدن کشته شده ها رو با بدترین شرایط و تصویر، بدون هیچ گونه تفکری در مورد این که این تصویر میتونه چه باستابی در ذهن مردم داشته باشه، بر روی فکر مردم چه تأثیری داشته باشه، پخش میکنن. و گاهن خود جمهوری اسلامی این تصاویر رو برای همین رسانه ها میفرسته، اونها فکر میکنن اختصاصی پخش میکنن، ولی در واقع دارن وحشت رو پخش میکنن بدون اینکه بخوان، و من نمیگم عمدی هست. در این خبررسانی هم دقت کافی نشده. به جای اون مثلا در مواردی که خونساسازی از طرف مردم میشد، این موارد خیلی کم رنگ تر بود. موارد خونساسازی با اینکه پخش میشد بیشتر توسط البته شبکه های اجتماعی، ولی خیلی کمتر پخش میشد، چون تأثیر اون بر دشمن بسیار مهم است. ما در حال جنگ هستیم، جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگره و باید اون قوانینی رو در نظر بگیریم که ممکنه روحیه مردم رو تضعیف بکنه. این به هیچ عنوان خبررسانی آزاد نیست که در دقیقه میگیم به این حمله کردن، اینو کتک زدن، اینو این کار. میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ حکومت فاسده، حکومت جنایتکاره، حکومت اینو میدونن هم. دیگه تمام دنیا میدونه. دست کم مردم خود ما میدونن. پس ما باید دنبال راهکار باشیم برای مقابله با این حکومت. باید چیکار بکنیم؟ در این جنگ چجوری باید به پیش بریم که برنده بشیم؟ چرا ما که تعدادمون به مراتب بیشتر هست نتونستیم تا حالا موفق بشیم؟ تمام اینها باید بررسی بشه، به جای اینکه بیایم هی بزرگ نمایی بکنیم، چهار تا ماشین سپاهی برای خودشون گشت زنی میکنن در سطح شهر، این رو بیایم بولد بکنیم تیتر اول خبر که فلان منطقه تدابیر شدید امنیتی، کسی نمیتونه رد بشه، فلان، که کسانی هم که بخوان برن میگن نه نرید، خطرناک، همه چی دست اوناست، در صورتی که اینطور نیست. پس به هیچ عنوان سرنوشتی رو که در حال حاضر ما هنوز تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستیم که رهنزین به یک تلویزیون یا یک رسانه، خود ما هم ایراداتی داریم که باید بر روی اینها کار بکنیم، در موردش صحبت بکنیم. کما اینکه رژیم هم در هر جا که اینها ضربه میخورن میان میشینن و آسیب شناسی میکنن که اینکه ما دفعه بعد چی کار بکنیم در مقابله. چرا این اتفاقی که برای جینا مهسا امینی افتاد برای آرمیتا گرامن نیفتاد؟ چرا کمتر مثلا اهمیت داشت؟ خیر، برای اینکه اونها اومدن نبض مردم رو گرفتند، مهندسی کردند و به پیش رفته، کسی هم در طرف مقابل خونساسازی نکرد این عملیات مهندسی شده رو. آقای جوانمردی، شما فرمودید که اگر ما این موضوع رو مطرح کنیم که رسانه باعث شد که مردم برای مهسا امینی به خیابون‌ها بیاد، یعنی مردم ما شایستگی آزادی رو ندارن و دفاع از حقوق انسان‌ها رو خوب درک نکردن. میخوام چند تا مثال بزنم و این موضوع رو خورده واقعی‌تر بشکفیم. در طول تاریخ جمهوری اسلامی بگذریم، در طول 2 سال گذشته، آیا فقط مهسا امینی و آرمیتا گراون بودند که به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند؟ احسان کرمی و دیگر افرادی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، مردان و زنان بسیاری بودند که کشته شدند، اما نه رسانه توجه دقیقی به این موضوع کرده و نه مردم واکنشی نشون دادند. من معتقدم که رسانه بیشتر تونسته تأثیر بذاره، چون جامعه هنوز دفاع از حقوق انسان‌ها رو به درستی درک نکرده به نظر من. مثلا اگر شما در نظر بگیرید که اتفاقی که در امریکا افتاد، آقای جورج فلوید کشته شد توسط پلیس امریکا، شخصی که هم پرنستار بوده و هم مجرم بوده و در حین ارتکاب به جرم دستگیر شده
و غیرقانونی توسط پلیس کشته شده. شما میبینید جامعه‌ای که درک کرده موضوع حقوق بشر رو میریزن توی خیابونا آتیش میزنن و خشم خودشون رو به حاکمیت به خصوص به پلیس اون منطقه نشون میدن که شما نمیبایست شخصی که احتمالاً مجرم بوده، سابقه کیفری هم داشته و احتمالاً پرنستار هم بوده با توجه به ویدیویی که داره، اگر این اتفاق اگر جورج فلوید در ایران بود با توجه به شناخت دقیقی که از جامعه دارید آقای جوانمردی، نمیگفتن که پرنستار بوده، حقش بوده، سابقه کیفری داشته، حقش بوده، در حین ارتکاب به جرم دستگیر شده، میخواست غلط کرده، میخواست دزدی نکنه. اینی که من فکر میکنم که ما باید یه خورده جامعمون رو، به نظر من، حالا نظر شما مهمه که بشنویم عقیده شما چی هستش، جامعه ما در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سلیقه‌ای رفتار میکنه. اگر به عنوان مثال رسانه‌ای که جامعه رو شناخته برای اینکه نیاز داره از دیدگاه سیاسی که میاد نیاز داره در اون زمان برای رسیدن به یک توافقی اون منطقه رو به این شکل در بیاره، میاد از نقطه ضعف جامعه استفاده میکنه. نقطه ضعف جامعه ایرانی چیه؟ ناموس، زنان. اما چرا نمیاد از این همه مرد در طول سال داره اعدام میشه، این همه مرد داره کشته میشه؟ اجازه بده آرش جان بذار بهت بگم. اولا من در مورد یک تلویزیون مشخص صحبت کردم که بگم کردیت و اعتبار یک انقلاب رو به یک تلویزیون ندیم. تمام لینکاش موجود هست و روزهای اول مخصوصا این فعالان مدنی و سیاسی در سقز بودن و بعضا شاید در خارج سقز هم که باعث شدن جرقه رو زدن و سر تا سر ایران رو گرفت. چرا این اتفاق اون موقع افتاد؟ بله، نقش خبررسانی اولا بگم خیلی مهمه. من در مورد تلویزیون مشخص صحبت کردم. همه اعتبار یک کشور یا یک انقلاب رو ندیم به یک تلویزیون. بحث من این بود. وگرنه اگر رسانه مهم نیست پس من چرا خودم در سوشیال میدیا زندگیم رو گذاشتم و این داستان؟ پس مهم هست. پس یه سری گوش میدن، یه سری میشنون، یه سری فکرشون باز میشه. یه سری متحول میشن و متوجه میشن که اشتباه میکردن در گذشته. پس رسانه خیلی خیلی مهم هست. به هیچ عنوان از نقش مهم رسانه من صحبت نکردم که بگم کم اهمیته. بحث من در مورد یک تلویزیون مشخص بود که اگر سرنوشت یک جامعه به یک تلویزیون گره بخوره خب این واویلاست. این یه بحث دیگه است. وگرنه رسانه بماند و جای خود دارد. نقش خبررسانی هم در موردش بسیار مهم بود. دو روزنامه نگار که اون رو منتشر کردن، البته اونها خیلی خیلی نقششون مهم بود که حالا زندانی طولانی مدت هم بهشون دادن. ولی چرا به اونجا رسید؟ ببینید این جامعه یعنی به انقلاب میرسه، انقلاب تحریزی نمیشه. یعنی انقلاب رو شما نمیتونید طراحی بکنید عیناً در بیاد. یک حالت کانستراکشن، ساختمان سازی نیست. انقلاب مرحله‌ای هست که جامعه به اونجا میرسه. یعنی شما نگاه کنید در یه دوره بسیاری از همین مخالفای حالا میگفتن بهترین شکل مبارزه اینه که در انتخابات تحول ایجاد کنیم. میرفتن در انتخابات شرکت میکردن، همینایی که حالا از ما خیلی جلوترن در براندازی. من نمیخوام به اونا بگم که راهشون فلانه یا غلطه یا اینه. در یه دوره اینطوری فکر میکردن، یه دوره اومدن گفتن اصلاحات، یه دوره یعنی تمام راهها طی شد رسید به جایی که هیچ راهی نیست، همه راهها بن‌بسته، این رژیم باید با زور از سر راه برداشته بشه. بازم یه سری اومدن گفتن نه، مبارزه بدون خشونت. مبارزه بدون خشونت آخه بده؟ خیر، بد نیست. و زمانی که ما انتقاد میکردیم بلافاصله میگفتن آقا اینا خشونت طلبن. نه، خیلی هم راحته، خیلی هم خوبه. اتفاقا تصور کنید ما در انتخابات بتونیم تغییر ایجاد بکنیم، دیگه کسی نیاز نباشه که با خشونت و خونریزی باشه. خیلی خوبه اصلاحات اگر بشه، خیلی خوبه بشه تغییرات رو در داخل ایران بدون سر و صدا انجام. ولی میشه؟ آیا افعی کبوتر میزاید؟ شما میتونید تخم مرغ رو گره بزنید، میتونید جمهوری اسلامی رو هم اصلاح بکنید. بحث اینجاست. مرحله‌ای که ما در اون هستیم مرحله‌ای هست که یک جرقه انفجاری ایجاد میکنه و این اتفاق با ژینا یا مهسا امینی افتاد. اما من همیشه در مورد کردها صحبت کردن و خیلی از افراد آزادی خواه در غیر کرد از آذربایجان تا تهران تا بلوچستان این رو متوجه شده بودن. این پاسخگویی به اون، یعنی تو دهنی به اونم بود که اونایی بود که از این گلالود کردن آب برای خودشون همیشه ماهی گرفتن و نفع بردن. شرایطی بود که بطا خونوادش هم خونواده شجاعی بود، نمیشه خونواده آرمیتا گراوند متاسفانه این رفتار رو نداشت.
یعنی این مجموعه عواملی باعث شد خانواده‌اش زیر بار ظلم نرفت، اعتراف اجباری انجام نداد. مردم خود محل یعنی در کردستان اومدن بیرون، بقیه همه جا، تهران که میزبان جینا یا مهسا بود این رو دید و این ظلم رو برنتابید، اومد همه دست به دست هم دادن و متوجه اون اصل کلیدی شدن که با همه با هم میتونیم این رژیم رو بندازیم. چه کسانی این همه با هم رو اومدن تخریب کردن؟ باید به اونم پرداخت. تمام اینها باید آسیب شناسی بشه. چرا نشد؟ وگرنه درسته در گذشته جنایت نشده، شده، بارها شده، ولی به این مرحله انقلاب ما بهش میرسیم در ماهای آینده. دوباره یه جرقه کوچیک، من به شما قول میدم دوباره مردم رو میاره بیرون. تعدادی خیلی فرار کردن خارج کشور ناچار، تعدادی اومدن بیرون، ولی اینا میتونن 85 میلیون رو همش با مهندسی کردن شرایط، همش با میلیتاریزه کردن، همش با جنگ افروزی در خارج کشور، با این ترفندها چقدر میتونن دووم بیارن آخوندها؟ نمیتونن. دوباره اتفاق میفته، دوباره خیابانها پر میشه. چقدر ماهای آینده رو در نظر بگیریم ببینیم دوباره مردم پر میشن، دوباره به اونجا میرسه که کوچکترین مسئله باعث میشه که مردم قیام رو از سر بگیرن. این حکومت نمیتونه بمونه، عمرش رو داره طولانی میکنه با ترفندهای مختلف، ولی تا کی؟ تا ابد؟ امکان پذیر نیست. مرسی آقای جوانمردی. من موضوعی که مطرح کردم و شما موضوع رسانش رو بهش اشاره کردید، اما موضوع مردم رو نه. مثلا مردم باید به یک نقطه‌ای به نظر من برسند که دفاع از حقوق همشهری خودشون بسیار مهم باشه. به عنوان مثال در دادگاهی که هفته گذشته برگزار شد، آقای میلاد حاتمی به فساد فی الارض محکوم شده و احتمالاً حکم قطعیش اعدام خواهد بود. این جامعه‌ای که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، واکنش این جامعه نسبت به حکم اعدام میلاد حاتمی که احتمالاً یک شهروند محبوب هم میتونه نباشه، به خاطر اینکه معرف سایت‌های شرط‌بندی بود و خیلی چیزهای دیگه، اما نباید به خاطر اشتباهی کرده کشته بشه، میتونه محاکمه بشه. من معتقدم که امیدوارم پاسخ این موضوع رو بدید که شایستگی جامعه، فهم جامعه از حقوق انسان‌ها فقط مختص به زنان و کودکان هست یا به صورت کلی اینو متوجه هستش. آقای میلاد حاتمی حکم اعدامش قطعا توی ماه آینده میاد، واکنش جامعه خیلی میتونه مهم باشه بدون کار رسانه‌ای، بدون اینکه اصلا شما بخواید چیز رو به جامعه تزریق بکنید، و اون شایستگی رو اونجا بهتر میتونیم درک بکنیم. میشتم شما رو ببینید. اولا من پوزش میخوام آرشان، ما نمیتونیم ایران رو با آمریکا مقایسه بکنیم، این مقایسه نادرستی است. در یک فضای باز سیاسی در حاکمیت هم همین کارو باید اگر اینو بگیم در حاکمیت هم باید همین رو در مد نظر داشته باشیم. بذار عرض کنم خدمتتون، در هیچ موردی ما نمیتونیم مقایسه بکنیم. در امریکا من همین حالا میرم مقابل کاخ سفید، هزار تا بد و بیرا به رئیس جمهور، به همسرش، به شعار، هر کاری بخوام میدم، من میکنم، شعار میدم، فحش میدم، هر بلا نسبت، ببخشید این رو میگم. یعنی چه کاری که در ایران جرم هست از دید آقایون، من میرم مقابل کاخ سفید انجام میدم. کسی منو میکشه به نظرتون؟ کسی به من تیراندازی میکنه؟ تازه من متولد امریکا که نیستم. نه، ما نمیتونیم این شرایط رو در نظر بگیریم مثل ایران. تازه در قانون اساسی امریکا حق سلاح داشتن آزاده و به طور صریح در حتی خیلی از ایالت ها هم این رو، اکثر ایالت ها، نه تنها بعضی حالا رد کردن، اکثر ایالت ها نه تنها شما حق داری سلاح داشته باشی، بلکه حق مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی رو داری اگر قانون اساسی رو بهش عمل نکنه. یعنی امریکا یک کشور استثنایی، ما نمیتونیم با ایران آخوندزده مقایسهش بکنیم. در امریکا تازه رسانه‌ام آزاده. شما میدونید در مورد ترامپ همسرش 40 سال پیش با کی خوابیده، اون رو هم آوردن بیرون. شما در مورد جمهوری اسلامی یا در ایران ما میتونیم همچین کاری بکنیم؟ تمام لایه‌های افرادی که در امریکا در دولت هستن رو رسانه ها در میارن، مو به مو چی کار کرده، کجا رفته، چه اشتباهی در فلان تاریخ انجام داده، میارن جلوی دوربین به مردم میگن. در این سطح خبر رسانی با مقایسه کنیم مثلا با جمهوری اسلامی که همین چی سانسور میشه، همین چی رو اینها تمام وجودشون دروغه. ما با آخوندهای طرف هستیم که اصلا اینها یک رگ راست در وجودشون نیست، همه چی رو دروغ میگن، همه چی در جمهوری اسلامی بر پایه دروغ و ریاکاری، سانسور بیش از حد، تلویزیون‌های زیادی کار میکنن با
صرف هزینه های هنگفت برای تخریب در واقع اذهان عمومی، برای اینکه مردم نتونن درست فکر بکنن، برای دروغ پراکنی، مدام دروغ پراکنی. خب در چنین جامعه ای من فکر میکنم مردم ایران به طور کلی، ما نمیتونیم بگیم تحت هیچ شرایطی که این مردم فهم و شعورشون پایینه، نه خیر، اگر فهم مردم ما پایین بود تسلیم جمهوری اسلامی میشدن به طور کامل. جمهوری اسلامی، من به شما قول میدم اگه دو روز دست به سلاح نبره مردم از ریشه میکننش، فقط دو روز مطمئن بشن اینا دست به سلاح نمیبرن. ولی طبیعی هست مبارزه مردم ما مبارزه برای آزادی، برای زندگی هست، مبارزه برای زندگی هست، مبارزه برای نیستی و نابودی نیست. مردم میخوان زنده بمونن و یک مبارز که بخواد زنده بمونه، این به مفهوم سرسپردگی و پذیرش ذلت زیر بار حاکمیت آخوندی نیست، از فرصت ولی استفاده میکنن فرصتی پیش بیاد. نقش رسانه ها بله مهمه، بسیار بسیار، دوباره تاکید میکنم مهم، ولی رسانه هایی که مردم رو بازی میدن، رسانه هایی که شما نگاه کنید 24 ساعته بحث و تحلیله، این چی میشه اون چی میشه، یکی میاد نظر این ور یکی نظر اون ور، ولی نگاه کنید کدام رسانه ها، چند تا رسانه ما داریم که بیان متخصصینی بشینن بگن این راهکار هست، این 5 تا کار رو ما باید در هفته آینده، این 10 تا رو در 3 ماه پیش رو، این 15 تا رو در یک سال آینده انجام بدیم، یارگیری بکنیم، شبکه سازی بکنیم، کدوم رسانه ها اجازه نمیدن اصلا؟ رسانه ها بیشتر جنبه متاسفانه در کشور ما به جای آزادی خواهی جنبه یا پول جمع کردنه، من نمیگم همه، حرفای خوبی زده میشه، مردم استفاده میکنن از این فرصت، هم مردم به خوبی استفاده میکنن، ولی یک رسانه مستقلی که متمرکز باشه بر اصل سرنگونی جمهوری اسلامی و مدام با ایجاد اتاق فکر در پی نقشه‌ریزی، طراحی و عملیات علیه جمهوری اسلامی باشه، نداریم در حقیقت. اگر داریم شما به من بگید، نداریم همچین رسانی. بیشتر تحلیلگرا رو میارن، افراد تکراری که بیان حرفای تکراری هم. من نمیگم این حرفا بده، تحلیل هم لازم، مردم باید ذهنشون با تحلیل باز میشه، ولی راهکار نیست. تا زمانی که راهکار داده نشه ما نمیتونیم یک مبارزه در نبود احزاب آزاد، هم در نبود یک تشکیلات باز سیاسی در داخل ایران، نمیتونیم قدم به قدم جلو بریم، وگرنه ما افراد شجاع کم نداریم، افرادی که خیلی خوب میدونن در داخل ایران چه خبره و حتی در خارج هم کم نداریم. ما نخبه های زیادی داریم در داخل ایران که اینها مشرف هستند بر وضعیتی که در داخل هست و کاملا هم درک و شعور دارن، ولی خیلی طبیعیه اینها خیلی نمیخوان خودشون رو به کشتن بدن. ما باید راه های کم هزینه تری پیدا بکنیم، ما باید این توجیهی رو هم بیایم در مقابل مردم قرار بدیم که خیلی خوب ما مردم باید چه کار بکنیم. مبارزه بدون خشونت اگر میتونیم ادامه بدیم، ولی تا 100 سال دیگه ما در آرامش با شعار از پشت بام ها یا تلاش برای تغییر این رژیم، ما میتونیم حکومت رو تغییر بدیم. اگر فکر کنیم که میتونیم این رژیم رو تغییر بدیم، آخوندها رو نشناختیم. اینها با کلک و حقه بازی و با دزدیدن افکار عمومی مردم وارد شدن و متاسفانه اینها باید هم بازور. بله انگار تماس دارید روی خط موبایلتون. بله امیدوارم که تصویر برگرده سریع. در مورد موضوعی که گفتید که نمیشه جامعه امریکا رو با جامعه ایران مقایسه کرد، من فکر می‌کنم در مورد حاکمیت هم خب این صدق میکنه دیگه. ما هم نباید حاکمیت ایران رو، هرچند که گفته میشه که حاکمیت توی کشورهای دنیا بیشتر شبیه مردمشون میشن و این مهمه که مردم ما چه شکلی باید باشن. اگر بخوایم این رو ملاک قرار بدیم، خب تغییر در جامعه صورت نمیگیره. جامعه ایران جامعه به نظر من نوپایه برای تغییر و تازه گام های اولیه رو داره به سمت توسعه پیش میبره، توسعه اجتماعی پیش زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی. من از این منظر جامعه رو مثال زدم که ما باید جامعه رو هول بدیم، کمک بکنیم. شما که صاحب رسانه هستید و بسیار پر مخاطب هستید، جامعه رو ما نمیتونیم شبیه این دوران یا دوره پهلوی یا دوره قبلی به لحاظ اجتماعی نگه داریم. باید جامعه رو ما بتونیم بهش به اصطلاح داده بدیم و در ارتقاش سهیم باشیم که اون حالا شاید جامعه آمریکایی نشه، ولی
قطعا جلوتر از امروز میتونه بره. منظورم این بود که ما با نقد به جامعه میتونیم جامعه رو تغییر بدیم. اما در مورد اینی که گفتید رسانه عملیاتی نداریم، خب خیلی من واقعا طرفدار هیچ حزبی نیستم آقای جوانمردی عزیز، اصلا تا حالا با هیچ حزبی هیچ گروهی همسو نبودم. اما اینی که برای من سوال جواب شما برای من مهمه، اینی که میگید ما رسانه عملیاتی نداریم، من 16 سالگی تلویزیون رو باز میکردم، یه رسانه عملیاتی همیشه بود، هنوزم سبکش همونه. 24 ساعتم کارش مقابله و مبارزه با جمهوری اسلامی، تحلیلی هم نیست. رسانه مجاهدین رو شما عملیاتی نمیبینید؟ ببینید، سازمان مجاهدین یک سازمانه. اولا خودشون مدعی تمام ایران و نمایندگی مردم ایران نیستن. دوما اینها خودشون افراد و گروهایی رو دارن سازماندهی کردن برای یک هدف خاص سیاسی خودشون. خیلی طبیعی هست. ولی اینکه یک رسانه بیاد بدون در نظر گرفتن ساید سیاسی، اینکه بخواد کسی رو پروموت بکنه، بخواد در مورد مثلا بگه رئیس جمهور منتخب ما باید جلو بیفته، یا موضوعی رو در مورد خاصی یک حزب سیاسی یا یک سازمان سیاسی مطرح کنه، نداریم. اونها در چارچوب یک سازمان برای خودشون دارن عمل میکنن، خط مشی سیاسی خودشون رو دارن و در اون مسیر دارن میرن. بحث من این هست که بیان تشکیلاتی بدون در نظر گرفتن این که بگیم خیلی خوب ما این رژیم رو برداریم، بعدش چی کار میکنیم؟ به انتخابات بریم. ما این رژیم رو برمیداریم بدون این که بخواد کسی رو معرفی بکنه برای فردای جمهوری اسلامی، ما این رو نداریم. یعنی فراگیر و سرتاسری و یک رسانه عملیاتی سراسری نداریم. و بعد در مورد خود مجاهدین هم من فکر میکنم بیشتر از جمهوری اسلامی خیلی از مخالفان مخالف خود مجاهدین هم هستن. این بحث هم هست. ما فقط درگیر جمهوری اسلامی که نیستیم. در بین مخالفان شما تا حرفی میزنی 4 نفر از جمهوری اسلامی اگر حرف میزنه، 10 نفر از خود افراد مخالف یا از رقبای جمهوری اسلامی میان و سعی میکنن که صحبتهای شما، عملیات شما یا کاری رو که شما، شبکه سازی شما رو مختل بکنن. به همین دلیل ایرادهایی هست. این هم مرحله به مرحله است. ببینید، مردم ما مرحله به مرحله بیشتر متوجه میشن که مثلا در قدم قبلی ما چه اشتباهی کردیم، در قدم قبل از اون چه به همین دلیل ما از مرحله‌ای که خیلی ها فکر میکردن با شرکتی در انتخابات میشه تغییر ایجاد کرد، به جای رسیدن حالا میگن نه، این رژیم باید بره. به جایی هم خواهیم رسید که متوجه میشن که خودشون منجی هستند، نباید منتظر باشن از خارج کشور کسی رو براشون پست بکنن. به اونجا هم خواهیم رسید و اون زمان هست که دیگه گفتم انقلاب ناگزیر هست. یعنی انقلاب زمانش میرسه دیگه. جمهوری اسلامی هم هر دست و پایی بزنه نمیتونه ازش فرار بکنه. یک بار، دو بار، سه بار، نمیتونه. تا این وضعیت تا ابد ادامه نخواهد داشت، به ویژه با توجه به بیماری‌های متعدد خامنه‌ای. عمود خیمه این نظام هست، این نظام فاسد. خامنه‌ای هم پاش لبه گوره، از چند مریضی و سرطان و فلان تا حالا جون سالم به در برده، ولی تا کی؟ یعنی همه چی شکننده است در جمهوری اسلامی. برای همین هم هست اینها میان جنگ افروزی میکنن، گروهی رو که دست پرورده خودشون هست ذبح میکنن، قربانی میکنن برای بقای خودشون. برای همین هست که ما شاهد این وضعیت در منطقه هم هستیم. سپاسگزارم، ممنون. یکی از دوستان در یوتیوب انتقاد کرده به ما که چرا مهمون دعوت میکنید ولی در کامنت های یوتیوب کامنت ها رو مدیریت نمی کنید. شما احتمالاً بیننده جدید اسکای سوم هستید. ما در برنامه مشخص اسکای سوم هیچ کامنتی رو پاک نمی کنیم و اینجا آزادی بیان بدون هیچ گونه محدودیتی وجود داره. حتی کامنت هایی که توی جامعه ما باب نیست، خیلی دوست ندارن، هیچ کدوم از کامنت ها پاک نمیشه و این بالاخره تمرین نیست برای دموکراسی. شاید بتونیم اینجوری از سیستم استبدادی جلوگیری کنیم. آقای جوانمردی عزیز، شما عرضم حضورتون که صحبت از مرسی بابت پاسختون در مورد رسانه مجاهدین که به نظرم درسته، اما معتقدم تنها گروه سیاسی سازمان یافته هستش، هرچند که به قول شما خیلی از ایرانی‌ها طرفدارش نیستن و همسو با مردم ایران احتمالاً نیستن. اما ما دیدیم که در دوران انقلاب مهسا امینی، ما دیدیم دستگاه امنیتی حکومت اومده در بین اپوزیسیون داره هزینه میکنه و داره گروه های سیاسی ناکارآمد که سازمان یافته نیستند و توانایی اداره یک ساعت
یک ساعت رو ندارن که اگه کشور دستشون بیفته میاد اینا رو تبلیغ میکنه براشون. مثلا به عنوان مثال رسانه‌ای که برای حسن روحانی 20 میلیون رای جمع کرد، حالا کمتر از 20 میلیون، و مردم رو که مردمی که تجربه سال 88 رو داشتن، این همه جوونا سرکوب شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن و فریاد رأی من کجاست رو سر میدادن و از انتخابات دلسرد شدن، رسانه در لندن بودش که مردم رو اومد بهشون امید داد که آره حسن روحانی فرق میکنه، حسن روحانی میاد براتون اقتصاد رو خوب میکنه، جامعه رو بازتر میکنه. همون رسانه‌ای که مرد برای حسن روحانی رأی جمع کرد الان اومده و شده پایگاه تبلیغاتی یکی از به اصطلاح یکی از شخصیت‌های سیاسی، که اون شخصیت سیاسی سازمان نداره، کار سازمان یافته نمیکنه، کار عملی نمیکنه، اما داره تبلیغ میشه براش. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اومده و فرای مرزهای خودش داره اقداماتی انجام میده و اون یکی از مهمترین اقداماتی که انجام میده به عنوان مثال اگر شما کارآمد هستید من فقط لب و دهنم، میاد بیشتر منو بولد میکنه و مردم رو به سمت من هدایت میکنه و شما رو منفور میکنه و کار میکنه مردم از شما بترسند که مبادا اگر مردمم بیان زیر پرچم شما کاری خواهید کرد. میشنم شما رو. بدون تردید این اتاقای فکری جمهوری اسلامی بیکار ننشستن، اونها هم خیلی خوب کار کردن تا حالا. شما نگاه کنید بسیاری از افراد معتبر و زیرنفوذ اپوزیسیون رو در 43 سال گذشته هزینه کردن و ترورشون کردن، هزینه و بها دادن، بی‌آبرو شدن که در سطح دنیا شناخته شدن به عنوان یک نظام تروریست پرور، ولی باز هم به رغم همه این هزینه ها رفتن و ترور کردن، کشتن. خیلی ها رو نه، خیلی طبیعی هست. چرا این اتفاق داره میفته؟ عرض کردم بخشش ما باید آسیب شناسی در بین خودمون داشته باشیم، ایرادایی که خودمون داریم. چرا ما مثلا بهترین جوانان فداکار رو داریم، افراد زیادی داریم که حاضرن برای آزادی هر کاری بکنن و نشون دادن. خیلی هاشون شما نگاه کنید، جوانهایی که زیر 20 سال، جوانهایی که با کلی آرزو در جمهوری اسلامی متولد شدن، اینها مهمترین و سرسخت‌ترین دشمنانش هستند در حال حاضر، ولی ما هنوز به آزادی نرسیدیم. باید تمام اینها بررسی بشه. بخشش برمیگرده به این دلیل که کشورهای خارجی دخالت میکنند برای بقای جمهوری اسلامی. بخشی از این دخالت ها دقیقا همین هست، بولد کردن طرف ها و گروه هایی که اینها نهایتا هدف اصلیشون رسیدن به قدرت هست و در این مسیر هم هیچ گونه پرنسیپی ندارن، یعنی اون پرنسیپ های سیاسی رو که باید داشته باشن در حتی یک مبارزه سیاسی ندارند. این باعث میشه که تفرقه ایجاد بشه. خیلی صریح و واضح بگم، گروه هایی که تمامیت خواه این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چی میگه؟ ما در حال حاضر با اسم جمهوری اسلامی، آنچه در ایران هست سلطنت ولی فقیه هست. ولی فقیه هم مادام العمر، هم تمام ارکان حکومت دستشه، هم کسی نمیتونه، بیتش همه کاره است و کل فساد هم از اون بیت و اون فرد سرچشمه گرفته، ولی کل نظام رو در واقع فاسد کرده. دقیقا اگر بخوایم بگیم در این سلطنت فقیه اینها تمامیت خواه هستن، هیچ گونه آرای مخالف رو بر نمیتابن، قبول ندارن و معتقدن هر کی مخالفه حتما بده، یا نوکر اسرائیل یا آمریکاست یا فاسده یا نمیدونم چیه، برچسبایی که خودشون میزنن. دقیقا در طرف مقابل هم گروه های ایجاد شدند که اینها رقیب جمهوری اسلامی، به عنوان رقیب جمهوری اسلامی همون رفتارها و منشها رو در ظاهر برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارن به کار میگیرن و این باعث شده که یک تمامیت خواهی که در بین به اصطلاح مخالفان از دید بنده رقبای جمهوری اسلامی ترویج بشه، که این باعث بشه خیلی از گروه ها بیان بگن خیلی خوب اگر اینطور هست همکاری نمی کنیم ما با هم. و این عدم همکاری گروه های ضد جمهوری اسلامی باعث شده که خروجیش این رژیم باقی بمونه، این رژیم بر سر کار باشه و به رغم همه ضعف و ناتوانیش و سستیش هنوز بتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده. این هم یک مرحله است، این هم یک مرحله از مبارزه و سرنوشت مردم ما هست. تردید نکنید که از این مرحله ما عبور میکنیم. هیچ مرحله‌ای پایدار نیست در سیاست، هیچ مرحله‌ای پایدار نیست.
در جامعه هم هیچ مرحله‌ای پایدار نیست، مخصوصا مراحلی که با فشار رسانه‌ای از خارج کشور، با پول و با سعی در ایجاد اختلال در مسیر اصلی خواستهای مردم ایجاد میشه. ولی این مسیر مثل آب روانی که داره میره و هر جا به بن‌بست رسید راه دیگری رو پیدا میکنه، این مسیر هم ما ازش عبور میکنیم. و همین دلیل من نگران نیستم، به شخصه فکر میکنم که از این مسیر هم عبور میکنیم. مردم ما حقایق رو بیشتر متوجه میشن، متوجه میشن که پولهایی که باید صرف مبارزه در داخل ایران میشد برای پخش عکس و تصاویر فردی یا خانواده، اینها به ما رو به آزادی نمیرسونه. در اصل اینها خشت خشت ایجاد یک دیکتاتوری جدید در ایران هست، ولی نیروی بسیار مهمی هم در مقابل هستند که میدونن، متوجه هستند و روز روز تعدادشون بیشتر میشه، نیرویی که میدونن آینده ایران، سعادت مردم ایران، آزادی همه مردم ایران در گرو یک حکومت مردم سالار، یک حکومت سالم، یک حکومت تندرست به لحاظ تشکیلاتی و ساختاری که بر پایه دموکراسی و رأی مردم باشه خواهد بود. بله، غیر از این نیست. به همین دلیل ما از این مرحله هم تردید نکنید که آقای مشکان. ممنونم. عبور میکنیم. مرسی. آقای جوانمردی، یه سوال میپرسم، دوست دارم قطعا که صادقانه پاسخ میدید. خیلی از مردم در داخل ایران خب اطلاعات کافی در مورد سازمان سیاسی خارج از کشور ندارن و تمام فکت‌هایی که به دستشون میرسه تلویزیونه، یعنی کار رسانه‌ای که سازمان‌های سیاسی میکنن. و خیلی از سازمان‌ها هستن که شما بهتر از من میدونید، اگر به عنوان مثال 100,000 دلار جمع میکنند، مثلا 10,000 تاشو خرج کار سیاسی میکنن و اون 10,000 از اون 10,000 تا 9,500 دلارشو فقط خرج تبلیغات میکنن، کار سیاسی نمیکنن، خرج تبلیغات میکنن که مردم بدونن که ما داریم یه کاری میکنیم. اگر بخواید به بیننده های ما در داخل ایران یک راهنمایی کنید که کدوم سازمان ها دارن سازمان یافته و ساختاری کار عملی میکنند و واقعا میشه روشون حساب باز کرد، شما چند تا سازمان سیاسی میتونید اسم ببرید؟ بذارید خیلی واضح بگم، به جای اینکه ما اسم ببریم و قضاوت بکنیم اگر اسم نبرید بیننده اینجوری اگر اسم نبرید بیننده تلقی میکنه که نداریم. نه، ولی واضح عرض میکنم که همه متوجه بشن، به جای اینکه این قضاوت رو بکنیم در این تلویزیون، چون ممکنه فکر بنده که فکر کاملی نیست، بنده هم نقصایی دارم، ایرادهایی دارم، این رو باید به مردم واگذار کنیم. ولی چگونه؟ به جای اینکه ما متمرکز بشیم بر صحبت‌های افراد، اینکه فلانی چقدر خوب صحبت می‌کنه، این چقدر حرفاش قشنگه، اون یکی چقدر قاطی صحبت می‌کنه، اون یکی، اینا رو ول کنیم، عمل گروه‌های سیاسی و افراد رو ببینیم، خروجی فعالیتشون رو ببینیم، از کجا تا کجا چه کار کردن، بیایم کارنامه رو ببینیم، کارنامه سنجی رو ملاک قرار بدیم، یعنی کارنامه گروه‌های سیاسی رو ملاک قرار بدیم، این گروه‌های سیاسی چگونه کار می‌کنن، قول دادن در این، مثلا پارسال این قول داده شد، کجا رفت این قول ها، این حرفا زده شد، چی شد، چقدر عملی شد. وقتی که عمل ملاک قرار داده بشه شما متوجه میشید. بنابراین لازم نیست ما بیایم بگیم تبلیغ بکنیم آقا این خوبه این بده، خوب و بد رو مردم به خوبی تشخیص میدن، مردم ما مردم فهیمی هستند، به شعور مردممون احترام بگذاریم، مردم ما درک سیاسی بالایی هم دارن، به درک سیاسی و آرای سیاسی اونها احترام بگذاریم. وظیفه ما خبررسانی است، قضاوت رو بگذاریم بر عهده مردم. و اینکه ما اون نکات تاریکی رو که خیلی‌ها میخوان قصر در بیارن از زیرش، باید نور بتابانیم و خیلی‌ها که متوجه هم نشن، شاید چون بسیاری ممکنه صادق باشند ولی صادقانه در اشتباه باشند، این هم هست، همه کسانی که در مسیر اشتباه قرار میگیرن ناصادق نیستند، بد نیستند، لزوما آدمایی نیستن با اهداف بد، ولی خبررسانی نادرست، اطلاعات ناقص، دستکاری شده و به نوعی تلاش هایی که در رسانه ها میشه در مراحل مختلف برای فریب مردم یا تغییر اذهان عمومی به جایی رسیدن که اشتباه میکنن. پس کسایی هم که صادقان اشتباه میکنن رو ما روشون کار بکنیم، خودشون میتونن قضاوت بکنن، ما خبر درست رو، راه درست رو، همه مسیرها رو به مردم نشون بدیم، مسیر درست رو پیدا میکنن. عمل رو به سنجی، عمل سنجی به جای حرف سنجی، حرف ارزشی نداره. اگر
100 سال دیگه بگذره شاید کسایی بیان حرفای خامنه‌ای رو گوش بدن، خیلی از حرفاش 70% حرفاش حرفای قشنگی باشه، خیلی بگن این که حرف بدی نمیزد، چرا میگن دیکتاتوره، چرا میگفتن اینه، نگاه کنید چه حرفایی میزنه، از اقتدار ملی صحبت میکنه، از نفوذ ایران صحبت میکنه، از اینکه دنیا باید مقابل ستمکار باشه صحبت میکنه، ولی این صحبت ها با عمل اینها چقدر فاصله داره؟ بسیار زیاد. عمل سنجی رو در نظر بگیریم، روی صحبت های کسی حساب باز نکنیم، صحبت ارزشی نداره به تنهایی. سپاسگزارم آقای جوانمردی، مرسی که در خدمتتون بودیم. با توجه به اون توضیحی که دادید، خب فکر میکنم بیننده آگاه جواب خودش رو پیدا کرد. مرسی که با من بودید، امیدوارم بازم در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم، پاینده باشید. متشکرم، مرسی. درود به همه عزیزان در کانال یوتیوب، متشکرم، مرسی که